انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی در شلیک موشک سال گذشته سپاه پاسداران و فراز تهران برای جمعآوری اطلاعاتی که به توصیف این انجمن از شواهد آن جنایت وجود دارد درخواست کمک کرد جزئیات بیشتر در گزارش اشکان سلطانی این انجامن با انتشار ویدئویی که از علیرضا قنچی همسر و پدر دو فرزند جان باختهش پس از حمله موشکی به هواپیمای مسافربری اوکراینی پرواز 752 در مسیر تهران به تورنتو کانادا برداشته شده است از تمامی افراد و نهادهای آگاه و یا درگیر در این حمله خواستار کمک به جمع وری اطلاعات حاوی شرایط منجر به حمله شده است. آقای قنچی در این ویدیو که در شبکه های اجتماعی منتشر شد به ویژه خواستار پاسخگویی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ارائه همه اطلاعات و شواهدی شده است که این سازمان از زمان سازی هواپیما در اختیار دارند. او میگوید ویدئو نشان میدهد که برخورد موشک ها به هواپیما از آغاز شلیک تا سرنگون شدن هواپیما 3 دقیقه و 42 ثانیه طول کشیده و اطلاعات کارکنان سازمان هواپیمایی برای روشن ساختن جزئیات واقعه بسیار ارزشمند است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد با چهارشنبه 18 دی ماه سال گذشته با 176 سرنشین آزم کانادا بود که لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه تهران در نتیجه اصابت موشک های شلیک شده توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد و همه سرنشینان آن جان باختند. بسیاری از مسافران هواپیما کانادایی های ایرانی تبار بودند. اشکان سلطانی صدای آمریکا.